درود بر شما، بسیار ممنونم. خواهرمون ویدا از شیراز با ما در ارتباط هستن. سلام عرض میکنم به ایشون، بفرمایید. سلام میکنم به شما آقای کلانی و مهمان برنامه‌تون و تشکر میکنم به خاطر این برنامه خوبی که فرصتی به ما میده و صدامون رو برسونیم و حرفایی که نمیشه جای دیگه جز اینجا گفت رو بگیم. من میخواستم از این فرصتی که شما در اختیارم گذاشتین استفاده کنم و درود بفرستم به زنان زندانی سیاسی در زندانها، به خصوص اوین که با شجاعت و جسارت و شعارهایی که در برابر اعدام دادن برای همه ما پیامی دادن. پیام این که قدرت و اراده از هر زندان و زنجیری، حتی از زندانهای نظام این آخوندا هم قوی تر. برای من این شعار که از ما به ترس دشخیم، ما نسل سربه داریم، خیلی انگیزاننده بود. به خصوص هر تابستان برای ما یاد و نام اون سربه داران 67 رو زنده میکنه و حالا این عزیزان در زندان با این شعارها اعتصاباشون میگن که قیام تا سرنگونی ادامه داره، هیچی نمیتونه جلوی اون رو بگیره. درود به شما و ممنون از این فرصتی که به من دادید. درود بر شما خواهر گرامیمون، خواهر ویدا از شیراز، بسیار ممنونم از تماستون و درود بر شما که عزم و اراده زنان آزاده میهن رو یک بار دیگه تنین انداز کردین در صداتون و در پخش از سیمای آزادی که افتخارش هست برای اینکه صدای مردم ایران رو علی رغم همه سانسورها و کمبودها و فشارهای مماشاتگران انعکاس میده و مردم ایران رو همیاری میکنه، کمک میکنه در راه اهداف آزادی خواهانشون. تشکر میکنم از شما. دوستمون ما هستن، سلام میکنم به ایشون، بفرمایید. با سلام به آقای مسئول کلانی و مهمان برنامه‌تون خانم زهرا پریورزی. من حسین از مشهد تماس میگیرم. من یکی از اعضای خانواده شهدای قتل‌عام 67 هستم. عموی من در این جریان قتل‌عام جنایتکاران شهید شد. من هیچ وقت عموی خدا ندیدم، ولی خب همیشه از خاطرات او میشنوم که چقدر عاشق آزادی بود و فداکاری میکرد. هر وقت خبر آدم‌ها رو میشنوم به یاد زندان‌ها میفتم، به یاد شهدای قتل‌عام میفتم. این روزها با اومدن پزشکیان شاهد هستیم که باز هم اعدام‌ها رو شروع کردن. من شک ندارم که مجاهدین و کانون قهرمان شهید جواب این اعدام ها را خواهند داد. این حکومت هیچ پایگاهی در بین مردم ایران نداره. مردم ایران از این نظام بسیار تنفر دارن. خود من در جریان انتخابات مسخره اخیر به عنوان کانون شجاع چند حوزه رای گیری را شخصا نظارت کردم و شاهد بودم که این نمایش توسط مردم به صورت کامل تحریم شده بود. ما مردم ایران و به خصوص جوان ها شک نداریم که قیام و اعتراضات برای سرنگونی شروع خواهد شد و ما برای سرنگونی حاضر و آماده ایم. مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خامنه‌ای. خیلی ممنون، خدا نگهدار. درود بر شما دوست عزیزمون حسین از مشهد. تشکر، یادآوری کردید باز هم فعالیت‌های گسترده کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین رو که هزاران حوزه به اصطلاح رأی‌گیری رو کنترل می‌کردن، چک می‌کردن، گزارش دادن ازش و تحریم و پتک بزرگ مردم ایران رو علیه رژیم آخوندی گزارش کردن و به اطلاع همه مردم رسوندن. بسیار ممنونم از تماستون و نکاتتون. دوستمون عطا از تبریز هم همراه ما هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. با سلام خدمت آقای کلانی عزیز، مطری برنامه و میهمان برنامه خانم زهرا فریبرزی عزیز. من عطا هستم از تبریز و خیلی خوشحالم که این فرصت را به بنده دادید تا از برنامه تان استفاده کنم. من قبل از هر چیزی میخواهم در مورد جنایت ها و اعدام های هفته های اخیر این رژیم و خامنه ای صحبت کنم. این هفته رژیم شروع کرده و بعد از انتخابات اعدام ها را زیاد کرده. چرا این کارها را میکنه؟ از چی میترسه؟ بعد از انتخابات 35 نفر را اعدام کرده که 29 نفرش فقط در یک هفته اخیر بوده. یعنی خامنه ای برای حفظ نظامش میترسه صدای مردم در بیاد و قیام بشه و دوباره مردم به خیابان ها بریزن، چون تحریم انتخابات رو دیده. خامنه ای ترسیده چون شعارهای مردم رادیکال تر شده است.
میخواد به مردم بگه که با مرگ رئیسی جلاد هیچی تغییر نکرده، ولی دروغه. میخواد آقای کلانی، میخوام بگم که خامنه ای درسته که اعدام ها را شروع کرده. خامنه ای از این میترسه دوباره اعدام ها را شروع کرده. من به عنوان یک قانون شورشی میگم خامنه ای مرگت فرا رسیده و مرگ بر خامنه ای و درود بر رضوی و خدا نگهدار. و با تشکر از وقتی که به بنده دادید. درود بر شما برادر عزیزمون عطا از تبریز. خیلی خیلی خوشحال شدیم تماستون رو شنیدیم و نکاتتون رو شنیدیم. بسیار ممنون از لطفتون. خر زهران بفرمایید. با سلام به ویدای عزیزم از شیراز و برادرانم حسین از مشهد و عطا از تبریز. ویدای عزیز، شما در مورد همبستگی و اعتصاب قضای زندانیان زن مقاوم گفتید که 26مین هفته اعتصاب قضاشون بود سه‌شنبه اخیر، و اینکه حتما اطلاع دارید که زندان لاکان رشت هم به عنوان 18مین زندان به این اعتصاب قضایی سراسری پیوستن در اعتراض به اعدام‌های اخیر و حکم اعدام خانم پخشان عزیزی و شریفه محمدی که در زندان لاکان رشت هست و خواهری که یکی از فعالان کارگری هست. و چیزی که خودتون هم اشاره کردید، روحیه بالا و مقاوم این زنان دلاور هست با شعارهای بسیار رادیکالی که میدن که ترس و اینها براشون هیچ جایی نداره و خود این مطمئنن در روحیه اون زندانبانها و پاسداران کثیفی که شکنجه میکنن اونها رو خیلی خیلی تاثیرگذار هست و بارها دیدیم که به این ترس و زبونی خودشون در مقابل این اراده ها اعتراف کردن. همینطور برادرم حسین از مشهد که یادآوری کردید که عموی شما در قتل عام شهید شدند، من خواستم اینجا و در مشهد بودن، من چون همشهری شما هستم و انشاءالله که در روز پیروزی در مشهد حتما شما رو خواهیم دید و خواهم دید. خواستم خاطره ای رو برای شما بگم از یکی دیگر از شهدای قتل عام. من دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی بودم در سراح دکترا که حتما شما میشناسید. در دانشگاه دانشکده ما خانم خواهر مجاهدمون منیره رجوی، شهید منیره رجوی هم در همون دانشکده بودن و این افتخار رو داشتیم. و چون خودم از سالهای 55 اینها با خوندن گوش کردن دفاعیات برادر مسعود در زندان به سمت سازمان اومده بودم، علاقه بسیار زیادی به شهید منیره داشتیم و وقتی که کلاس ها تموم میشد دور منیره شهید حلقه میزدیم و ازش میخواستیم که از خاطرات برادر مسعود برای ما بگه. و همینطور سعادت داشتم که پدر و مادر برادر مسعود رو ببینم و همیشه وقتی اونا رو میدیدیم باز همینطور حلقه میزدیم و ازشون در مورد برادر مسعود میپرسیدیم. همینطور یادی بکنم از اولین شهید دانشجو در مشهد بعد از کودتای انقلاب فرهنگی و بعد از حمله و هجوم هایی که رژیم به جنبش ملی مجاهدین در مشهد کرد که ما در خیابان بهشت واقع شده بود جنبش ملی مجاهدین که حتما شما میشناسید و سر اون خیابون که سرای دکترا باشه سازمان جوانان بود. رژیم همینطور که الان هم شیطان سازیشو ادامه میده از 40 سال پیش، اون موقع هم رفته بود از کوی طلاب مشهد که حتما شما برادرم حسین میشناسید که مردمی فقیر نسبتا هستن، اینها رو خلاصه شیطان سازی کرده بود و افرادی که با ساتور و چاقو و اینها آورده بود اونجا و با شایع‌سازی ها و تهمت هایی که علیه مجاهدین مستقر در اونجا زده بود، خلاصه اینها ساختمون رو به نوعی خراب میکردن بالای سر ما از پله ها. و در نقطه هم که مردم همه چند هزار نفر از مردم به عنوان دیوار گوشتی دور این ساختمون جمع شده بودن
ولی در اون بین برادرمون شکور معروف به شکور شکرالله مشکین فام شهید شد. من این خاطره رو از اونجا گفتم که چه بسا عموی شهید شما هم در آن روزگاران اونجا بودن و یادشون گرامی باد. و بعد از این شهادت بود که شهر مشهد فضاش عوض شد و یادم هست که خانواده های ما، مادران ما اون شب به جلوی ستاد جوانان جمع شده بودن و همه شعار می دادن، می گفتن امشب تا صبح بیداریم، از ارتجاع بیزاریم. و بعد از چند روز بود که اون ستاد یک حالت زیارتگاهی پیدا کرده بود، با اینکه خراب کرده بودن، ولی ما اونجا نوارهای چه باید کرده برادر مسعود رو پخش می کردیم و همین افرادی رو که رژیم از کوی طلا برده بود اینا همه اومده بودن. و وقتی می اومدن اونجا ابتدا به زمین می افتادن، سجده می کردن، عذرخواهی می کردن، گریه می کردن و می گفتن که رژیم به ما چیزهایی در مورد شما گفت که ما رو آورد اینجا با پول و با تهمت و اینها. خواستم بگم که روح عموی شما هم شاد و چه بسا اون موقع در بین ما بودن و الان هم حاضر هستن، ولی رژیم با این توطئه هاش طرفی نبست و هرچند که تا الان هم ادامه داره، ولی روز به روز این مقاومت سرشارتر، پایدارتر، با شما کانونهای شورشی تور اختناق این رژیم رو هر روز میشکنه و ترس و وحشت رو به دل آخوندهای بزدل میذاره. برادرم عطا از تبریز هم درود بر شما، درود بر شما که خلاصه امید مردم ما هستید و با خلاصه عملیات خودتون این رژیم و مزدوراش رو یکسره دچار ترس و وحشت میکنید و اراده های مردم ما رو برای گرفتن آزادیشون صیقل میزنید. خیلی ممنونم. درود بر شما، بسیار بسیار ممنونم خواهر زهرا، به ویژه از خاطراتی که گوشه ای از مبارزات مردم ایران و جوانان شورشگر زمان خودتون بوده که علیه این رژیم لحظه از پا ننشستند و فعالیت ها و مبارزاتشون رو تا هم اکنون که شما اشاره کردین در کانون های قهرمان شورشی ادامه میدن. بسیار ممنونم. برادرمون مجید از تهران همراه ما هستند، سلام عرض میکنم به ایشون، بفرمایید. سلام به آقای کلانی، شما مجری محترم برنامه ساعت بس و مهمان محترم برنامه خانم زهرا فریبرزی. من مجید هستم از شهر تهران و از منطقه شهریار. میخواستم در رابطه با صدور فرمان مشروطیت که در 14 مرداد سال 1285 سالگرشه صحبت کنم. بفرمایید. میشه گفت مردم ایران نزدیک به 120 سال در مسیر آزادی و عدالت در حال رزم هستند و در این راه چه خونها که دادند. حالا میخواستم بگم چرا جنبش مشروطه شکست خورد. چون چیزی که میخواست جای نظام سردنگون شده رو بگیره مشخص نبود. حتی یک نیروی مسلح مردمی و سازمان یافته هم نداشتن که اون دستاورد به اون بزرگی رو حفظ کنن و در نبود چنین ملازماتی ارتجاع و استعمال خیلی راحت اومدن و این انقلاب را دست انقلابیون به سرقت بردند. و این یک اصله که هر جنبش انقلابی وقتی نظامی رو و اعمالش رو نفی کنه باید بدونه چه چیزی میخواد سر جاش بذاره و با چی تضمینش کنه. اگر یک تشکیلات ملی و مردمی و انقلابی و نیروی مسلح زبده مثل یک ارتش آزادی بخش رو نداشته باشه سرانجام نمیرسه کارش. نمونش دولت آقای مصدق که چقدر راحت با کمترین قیمت و هزینه توسط استعمار و ارتجاع سرنگون شد. این توضیح دادم و میخوام بگم که لازمه هر انقلابی اینه که در کنار اهداف و آرمانایی که داره یک سازمان انقلابی به عنوان قلب در مرکز خودش داشته باشه که بهش سمت و سو بده از همه جنبه‌های سیاسی و غیره. الان مردم تاریخ ما 118 سال هرچند طول کشیده دارن میرن از ستارخان و سردار جنگل و از محمد طریقان پیسیان تا مدرس و مصدق و فاطمی و تا بنیانگذاران سازمان مجاهدین که از پس این کشاکش ها رسیدیم به مجاهدین، رسیدیم به ارتش آزادی بخش ملی و کانون های شورشی و
یک جایگزین مستحکم به اسم شورای ملی مقاومت ایران که در رأس اون خانم مریم رجبی قرار داره و میخواد هر طور شده اون رو به ثمر برسونه و با هم برسونیم. در یک کلام باید رهبری ذی‌سلاح با یک استراتژی درستی باشه که الان هست. مجاهدین از صدر مشروطه حرکت رو آغاز کردن که با کمال افتخار امروز مجاهدین خلق در مداری با کیفیت متفاوت تر از اون رو دارن پیش میبرن، خیلی پویاتر و خیلی جسورانه تر و انقلابی تر. و دیگه هم اجازه نمیدن که مثل سال 57 داستان مشروطه رو به سرعت ببره کسی که اصلا انقلاب معلوم نبود. و این وظیفه رو به عهده تک تک ماست. در آخرم میگم زنده باد آزادی، برقرار باد جمهوری دموکراتیک و هرچه توفنده تر باد آتش کانونهای شورشی. درودم را از همینجا به برادر مسعود رجبی و خواهر مریم رجبی ابلاغ میکنم و سلام، خدا نگهدار. قربان شما برادر عزیزمون مجید از تهران که در فاصله کوتاهی انقلاب مشروطیت ایران و ثمرات اون رو و تهدیدات اون رو به خوبی توضیح دادن و نکاتشون رو مطرح کردن. درود بر شما، بسیار ممنونم. دوستمون حمید از اصفهان همراه ما هستن، سلام عرض میکنم به حمید، بفرمایید. با سلام به مجید و مهمان برنامه ساعت و من حمید هستم از اصفهان. از اینکه تونستم در برنامه شما شرکت کنم خیلی خوشحالم و تشکر می کنم. درود بر شما. می‌خواستم چند جمله در رابطه با اعدام‌های گسترده که موجی از خشم و شورش و اعتراض مردم و خانواده‌ها را بر علیه اعدام و سرکوب حکومت خامنه‌ای به وجود آورده بگم. اگر نگاهی کوتاه به آمدن رئیس جمهور جدید به این رژیم یعنی پزشکیان بیندازیم، به خوبی میبینیم که تمام وعده و وعیدهای او هم دست کمی از رئیسی جلاد 67 ندارد و تا الان مردم هم گرسنه‌تر شده، هم به گیر و به برپا در خیابان‌های تهران و شهرستان‌هایی مثل اصفهان زیادتر شده. اقدام هایی بعد از سرکار آمدن پزشکیان ذوب شده در خامنه ای تا الان بیش از 35 اقدام داشتیم که واقعا چهره کریه این رژیم پا به گور را به شما به خوبی میتوانید ببینید. آخر کدوم کشوری در دنیا هست که هنوز از انتصابی که خامنه ای وامانده و درمانده در این بحران های اقتصادی مردم دیدی که این طبیعی اعلان های اقدام بالا باشه؟ بله، این کارنامه سیاه خامنه ای و پزشکیانی. این نظام فکر میکنه که با سرکوب میتونه جلوی خواسته های بر حق مردم را بگیره، ولی کور خونه. چون شاهدین که چطور اعتراض بازنشستگان مخابرات های کشور و مال باختگان و پزشکان و پرستاران زحمتکش بیمارستان ها و کارگران فقیر این کشور که حتی قدرت خرید نان خالی هم برای بچه هایشان ندارند و در جلوی چشمان خانواده هایشان شرمنده و سانشان پایینه، این روزها بیشتر و بیشتر شده. به نظر من تنها راه نجات این مردم و این کشور که روی دریایی از نفت و طلا و معادن و منابع طبیعی خوابیده، ولی مردم آن هر روز فقیر و فقیرتر میشن. فقط سرنگونی تام و تمام این نظام پوسیده و اعدامیه که به دست پرتوان مجاهدین و رهبری خواهر مریم به زودی با کانونهای شورشی در داخل کشور محقق بود. به امید هرچه زودتر سرنگونی خامنه ای و سران دیکتاتور و جنایتکار. با تشکر از اینکه به این وقت دادی، خدا نگهدار، پیروز باش. درود بر شما. من تشکر میکنم از تماس برادر عزیزمون حمید از اصفهان، بسیار ممنونیم و تشکر از نکاتی که در رابطه با بحثمون مطرح کردین. دوستمون رسول از عراق هم همراه ما هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. دوستمون رسول از عراق، بفرمایید.
سلام و درود به مجری و میهمان گرامی برنامه خواهر زهرا فریبرزی. رسول هستم از عراق. با چشم باز همه دیدیم که انتخابات نمایشی خامنه‌ای رو ملک شریف ایران با پوکی کوبنده تحریم و زدن تو سر خامنه‌ای به نظامش. حالا که خامنه‌ای شرایط رو میبینه که مردم سطح انگیزه و روحیه بالایی دارن تا قیام کنن برای سرنگونی رژیمش، دوباره با بیرحمی ماشین اعدام را انداخته، به شکلی که در همین ایام حدود 40 نفر زن و مرد اعدام کرد و از طرفی دوباره حجاب باناشو را انداخته تو کوچه و خیابون برای آزار و اذیت زنان میهن. نگفته نمانه که ترس رژیم بیدلیل نیست، چون هر روزی در شهرهای میهن اشغال شده ما شاهد تجمعات اقشار مختلف هستیم، کارگران، بازنشسته و همه اقشار. البته وجود یک سازمان قوی و سازمان یافته که متشکل از آگاه‌ترین جوانان میهن در قالب کانون‌های شورشی باید ترس و لرز داشته باشه، چه بسا رژیم فهمیده که دیگه با سرکوب و خفقان نمیتون جلوی قیام رو بگیره. زندان کانون سرکوب رژیمه. میبینیم که در 17 زندان اعتصاب غذای نه به اعدام دست شنبه ها و فعالیت های کانون های شورشی و عزم مردم ایران برای سرنگونی، وقتی این شرایط کاملا و با دیدی باز و فکری عمیق دیده شود، نتیجه میگیریم که باید این رژیم رو از پا در آورد و سرنگون کرد. هر چند رژیم تلاش میکنه و دست و پا میزنه به شکلی در بره، ولی ما عهد کردیم که تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از پا ننشینیم و این رژیم رو سرنگون کنیم. بسیار ممنونم از برادر عزیزمون حمید از اصفهان، علی‌رغم این که صداتون کاملا مفهوم نبود به خاطر اشکالات تماستون، ولی بسیار ممنونیم از اینکه تماس گرفتین و توی بحث امروزمون هم شرکت کردین. بله، برادرمون رسول از عراق. دوستمون کوروش از کرج همراه ما هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. من کوروش هستم از کرج، با سلام به شما آقای مسعود کلمی، مجری محترم برنامه ساعت پلاس و مهمان عزیز برنامه خواهر مجاهد زهرا فریبرزی. نکاتی رو می‌خواستم درباره موضوع برنامه شما که درباره افزایش اعدامات در روزهای اخیر به خصوص طی هفته گذشته است که رژیم جنایتکار و وحشی و زن ستیز آخوندی بیش از 40 نفر اعدام کرده که 2 نفرشون هم زن بودن. و شمار زیادی از زندانیان در زندان‌های مختلف حکم اعدام داده شده بهشون که با صدا قابل توجهشون از زنان هستن. خدمت شما بینندگان عزیز سیمان آزادی درس باید بکنم که سوال اینجاست که چرا رژیم علی‌رغم محکومیت‌های بین‌المللی درس به افزایش سرکوب و اعدام میزنه، در حالی که از همه طرف به خاطر جنگ افروزی در غزه و صدور تروریسم تحت فشار هستش، خیلی نیاز داره که یک چهره معقولی از خودش نشون بده و به قول معروف عوام فریبی کنه، که الان در ایران یک رئیس جمهور سر کار اومده که اهل اصلاحات هست، ولی با این وجود نمیتونه دست از اعدام و شکنجه و سرکوب و اینا برداره. به نظر من پاسخش این هستش که این رژیم بر پایه سرکوب و اعدام در داخل و صدور تروریسم در خارج بنا شده. به این خاطر اگه رژیم برای یک روز از جنایت دست برداره، روز بعد دیگه نیست، چرا که دیکتاتوری ولایت فقیه بر پایه غصب حاکمیت مردم بنا شده. به این خاطر بجز جنایت نمیتونه به حیات ننگین خودش ادامه بده و خامنه ای جنایتکار با افزایش اعدام میخواد این پیام رو به جامعه بده که درسته رئیسی جلاد به درک فاصل شده، ولی در این رژیم چیزی تغییر نکرده و نخواهد کرد، چرا که
از قیام و خیزش مردم مثل سگ میترسن، پس پاسخ در مقابل این رژیم در افزایش اعتراضات و قیام برای سرنگونی و برقراری یک جمهوری دموکراتیکه. در همینجا میخواستم که تصویب قطعنامه 599 در حمایت از طرح 10 ماده خواهر مریم و مقاومت و مردم ایران در سنای آمریکا که به تصویب اکثریت از کنگره رسیده رو تبریک بگم، همینطور روز 14 مرداد روز انقلاب مشروطه رو تبریک بگم. با تشکر از این فرصتی که به من دادید، با امید دیدار در ایرانی آزاد.